مرگبارترین نیروهای ویژه‌ای که هیچکس جرأت نداره با اونا در بیفته. این جوخه ها مامورانی هستند که مأموریت های فوق سری رو انجام میدن که بسیاری از ما هرگز از اونا خبر نخواهیم داشت. با ما همراه باشید تا 8 از مرگبارترین نیروهای ویژه در جهان رو بررسی کنیم. سایرت مدکال اسرائیل، سایرت به معنای یگان تکاوران ستاد کل، نام یگان تکاوری فوق ویژه ستاد کل فرماندهی و عملیات ارتش اسرائیل. این یگان پر افتخارترین یگان فوق ویژه در نیروهای دفاعی اسرائیل شناخته میشه. این نیروها مسئولیت تمامی عملیات‌های ضد تروریستی، عملیات‌های پنهانی و مخفی در عمق خاک دشمن و قابلیت حملات ضربتی همزمان رو به عهده دارند. برای سالها ارتش اسرائیل وجود نیروهایی به نام یگان سایرت مدکال رو انکار می‌کرد. برخی از مهمترین عملیات‌های اونا عملیات تکان سخت در سال 1986، خرابکاری در چند نیروگاه و پل‌های روی رود نیل در مصر، 2006 حمله به نزدیکی مقر لبنان، عملیات قتل ابو جهاد در سال 1988 در تونس و عملیات خروس 53 که تصرف تمامی ایستگاه‌های رادار در مصر رو به عهده داشتند. شماره 2، نیروی ویژه سیل تیم، تیم‌های دریا، هوا و زمین نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا که به نام سیل تیم شناخته میشن در سال 1964 تشکیل شده و قابلیت حمله زمینی، هوایی و دریایی رو به صورت همزمان داراست. در تاریخ 1 می 2011 میلادی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تیم 6 از نیروی سیل تیم طی یک عملیات اسامه بن لادن، بنیانگذار و رهبر گروه القاعده و عامل حملات 11 سپتامبر رو در پاکستان کشته. در ابتدا آموزش‌های فشرده به شما میدن که قدرت بدنی و ذهنی شما آماده بشه. بعد از اون 12 ماه آموزش اولیه شامل پرش چتر، خونسا کردن بمب، خونسا کردن حملات بیولوژیکی و قواسی در اعماق دریا از ابتدایی ترین تمرینات اوناست. شماره 3، SAS UK، یک تیم نیروی ویژه در ارتش بریتانیاست که در سال 1941 توسط دیوید استرلینگ را اندازی شد. مأموریت‌های اونا نجات گروگان‌ها در مأموریت‌های مخفی و جاسوسیه. البته به علت اینکه دولت زیاد در مورد اونا صحبت نمی‌کنه، اطلاعات زیادی وجود نداره. SAS به عنوان یکی از الگوهای نیروی ویژه برای سایر کشورها ترقی میشه و در حال حاضر قدرتمندترین و زبده‌ترین افراد رو برای جنگ با تروریست داراست. هنگ 22 سرویس هوایی ویژه که بخشی از نیروی زمینی ارتش بریتانیا محسوب میشه، بعد از پخش زنده نجات گروگان‌های سفارت ایران در سال 1980 به شهرت رسید. این نیروی ویژه رقابت بسیار تنگاتنگی با رقیب آمریکایی خود یعنی نیروهای دلتا داره. اونا 4 هنگ دارن: هنگ 21 هوایی ویژه، هنگ 22، هنگ 23 و هنگ 24. نام مستعار اونا شیطان‌های سرخه. 4، دلتا فورس USA. این نیروی نخبه در طیف وسیعی از عملیات‌ها از جمله مأموریت‌های آتش به اختیار، نجات گروگان و مأموریت‌های مخفی همراه با CIA حضور داره. اونا اکثرا کارهای غیر ممکن رو میکنن. در سال 1977 توسط سرهنگ توماس هنری و چارلز تأسیس شد. عضویت در این گروه یکی از سخت‌ترین آزمون‌ها خواهد بود. استقامت و قدرت ذهنی اونا با دقت ارزیابی میشه. 2 بار در سال در کمپ داوسون در ویرجینیای غربی انجام میشه. پیاده روی های سنگین و طولانی شبانه با کوله پشتی های سنگین یکی از 10 کار سختیه که هر روز باید انجام بدن. برخی از مهمترین عملیات های اونا عملیات پنجه عقاب بود که در سال 1980 با هدف آزادسازی گروگان های آمریکایی که در سفارت آمریکا در تهران اسیر شده بودند انجام شد، اما با شکست انجام شد و 8 نفر از نیروهای دلتا فورس کشته شدند. شماره 5، GW گرام لهستانی.
در 13 ژانویه 1990 جی دبلیو گرام به عنوان نیروی ضد تروریسم لهستان شناخته شد. عملیات‌های مهمی مثل حمایت از دموکراسی در عملیات هائیتی برای آزادسازی افغانستان و عراق نقش مهمی در دستگیری جنایتکاران جنگی داشتند. را آموزش‌هایی مثل بقا، فرار، مبارزه با تروریسم و تکنیک‌های نجات گروگان می‌بینند. داوطلبان باید حداکثر 30 سال داشته باشند و فقط دو بار میتونند در امتحان نیروی جسمانی شرکت کنند. یکی از تمرین‌های اونا اینه که اونا باید توی 6 روز حداقل 8 کیلو وزن کم کنند. باید در شرایط سخت سوالات تخصصی رو جواب بدن و در حالی که خسته هستند باید بتونن دقیق تیراندازی کنند. اونا تحت تاثیر اسپری فلفل، آب یخ و شکر قرار میدن تا بهترین ها انتخاب بشن. به اونا آموزش های پزشکی میدن و هر کدام از اونا در حد یک پزشک متخصص جراحی مهارت کسب میکنن. شاید تا حالا بازی دلتا فورس رو بازی کرده باشی. این بازی بر اساس شخصیت های این گروه ساخته شده. 6. سپاه فراگمن های دانمارک. این نیروی ویژه که سپاه قورباغه‌ای هم مشهوره، فقط 150 نفر تا حالا تونستن عضو اون بشن. این گروه در عملیات‌های دریایی بهترین نیروها در جهان هستند. این نیروی ویژه زیرمجموعه نیروی دریایی سلطنتی دانمارک که در سال 1957 تأسیس شد. این نیرو از بهترین و مجربترین نیروها تشکیل شده. اونا غواصانی ماهر و مجهز به انجام عملیات تخریب زیر آب از جمله حذف موانع و انهدام تأسیسات زیرآبی دشمن هستند. به جرات میشه گفت این نیروی ویژه بهترین نیروی ویژه دریایی در جهانه که هر کسی جرأت مقابله با اون رو نداره. 7. گروه آلفا در روسیه. گروه ویژه آلفا یکی از معروفترین و قدرتمندترین نیروهای ویژه در جهانه. این گروه در سال 1974 توسط دولت شوروی تشکیل شد و از اون زمان تا الان در بسیاری از عملیات‌های مهم و حساس دخالت کرده. این گروه از بهترین و مجربترین افسران نظامی در روسیه تشکیل شده. برخی از مهمترین عملیات‌های اونا عملیات آزادسازی گروگان‌های پالاس آتن در سال 1977 بود که اونا تونستن 55 گروگان رو آزاد کنند. عملیات آزادسازی گروگان‌های تئاتر دوبرونکا در سال 2002 که در آن گروه ویژه آلفا با استفاده از گاز خواب‌آور 850 گروگان رو از دست 40 تروریست چچنی آزاد کرد. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و شما رو در ویدیوهای بعدی هم ببینید.